گزارش تلویزیون فی بلژیک درباره محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی آژانس امنیت ملی بلژیک اسدالله اسدی مامور مخفی سرویس های امنیتی ایران است استاتوی دیپلماتیک او یک پوش است رژیم ایران از مجاهدین که محرک ناآرامی ها در ایران بودند خشمگین بود آنها 20 سال پیش برنامه اتمی مخفی این رژیم را فاش کردند داوید کلارینوال وزیر فعلی کشاورزی بلژیک اپوزیسیون دموکراتیک ایران حمایت زیادی در اروپا دارد تلویزیون اف بلژیک با عنوان عملیات ناموفق در پاریس دو سال پیش این یک موضوع بحث بود عملیات خونسا شده در گرد همایی عظیم اپوزیسیون ایران در پاریس امروز از اسناد امنیت ملی مشخص شده است که رژیم ایران پشت این طرح بوده است و برای این کار جاسوسانی را فعال کرده بود که سالها در کشور ما زندگی می کردند. بروکسل 25 جوان 2018 داستانی کل در بروکسل یک پیغام از امنیت ملی کشور دریافت می کند. از یک سرویس امنیت دوست متوجه شدیم که یک زوج ایرانی در نقطه قرار دارند تا دست به یک اقدام آمیز در فرانسه بزنند. هر دوی آنها ساکن آنتورپ هستند. مقامات امنیتی سریع دست به اقدام میزنند. زوج بلژیکی ایرانی امیر و نسیمه از طریق اتوبان آ به سمت بروکسل در حال حرکت هستند. آنچه آنها نمیدانند این است که آنها از جانب معموران امنیتی زیر نظر هستند. ماشین دست به مانورهای فرار میزند. ماشین از 130 کیلومتر در ساعت به 180 کیلومتر در ساعت شتاب می گیرد و سپس آرامتر حرکت می کند. مرد امیر رانندگی می کند و زن نامی به مردی که هر دوی آنها به اسم مستعار دانیل میشناسند شناسند اس ام اس و میگوید ما کاپ را خواهیم برد. پاسخ همه چیز حل و فصل شده. تیم تو میبرد برد الله. پاسخ روز خوب پس از اینکه امیر ناگهان خروجی به سمت بروکسل را میگیرد سرویس های امنیتی ماشین را در سنت پترز متوقف می کند. زوج دستگیر می شوند و سرویس خونساسازی مواد منفجره اعزام می شود. با اشعه ایکس در کیف آرایش یک بمب پیدا می بمب از مواد بقایت منفجره تی, ای تی پی درست شده است که می تواند از طریق یک آنتن از صدها متر دورتر فعال شود. سوم ژوئیه 2018 فرانکفورت سرویس های پلیس آلمان یک مرد را دستگیر می کنند اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت رژیم ایران در وین یک دیپلمات رژیم ایران ماشین اجارایی فورد قرمز رنگ اسمکس ضبط می شود بعدها در ماشین گنجینه ی از اطلاعات پیدا می شود فقط می دانیم که او یک دیپلمات است که در این پرونده درگیر است که حاکی از درگیر بودن رژیم ایران است این موضوعات بیشتر مورد تحقیق قرار می گیرند. هواداران اپوزیسیون ایران مجاهدین خلق ایران در پاریس برای گرد همایی سالانه دور هم آمدند مهمانان ویژه زیادی هم حضور دارند همچنین وزیر فعلی کشاورزی داوید کلارینوال حضور دارد که در آن موقع عضو پارلمان بود داوید کلارینوال اپوزیسیون دموکراتیک ایران حمایت زیادی در اروپا دارد همانطور که اینجا می توانید ببینید همچنین حمایت زیادی در کشور من بلژیک دارد اسدالله اسدی که زیر نظر بود خود را به عنوان توریست در لوکسامبورگ جا زده بود در خودروی قرمز او یک دفترچه یادداشت با اسناد جرم پیدا می شود. این سرنخی برای پیدا کردن بمب است تاریخچه سفرهای اسدی بررسی می شود. ماها قبل از عملیات او مستمر به ایران سفر داشته است بعضا حتی برای چهار روز یک جی پی اس خوانده شده نشان می دهد که اسدی اطراف سالن گرد همایی را با جزئیات بررسی کرده است بین امیر و نسیمه، نسیمه نقش هدایت کننده را دارد. در خانه آنها بیش از سی هزار یورو پول نقد پیدا می شود. روی حسابش در سالهای گذشته بیش از سد هزار یورو پول نقد واریز شده است. با وجود استتوی اولیه پناهندگیش او مستمرن به ایران سفر می کرده. بعضا حتی با یک ویزای کاری. این سه همچنین همدیگر را در همه جا در اروپا ملاقات کردند در محل های مخفی لوکسامبورگ، سالزبورگ ویان ونیز میلان و تهران نتیجه گیری امنیت ملی ما روشن است اسدی یک مامور مخفی سرویس های امنیتی ایران است استاتوی دیپلماتیک او یک پوش است او ماموران امیر و نسیم را هدایت می کرده و به آنها بمب مرگزا را داده است اسدی عملیات را هدایت می کرده و آن را مستقیما به دستور تهران انجام میداده است ینز فرانس گزارشگر تلویزیون بلژیک موضوع نیم کیلو مواد منفجره بوده اگر مثلا ترکش یا میخ کار گذاشته میشد داستان فرق خواهد کرد در این مراسم شما رودی جولیانی و همینطور مشاور امنیت ملی را داشتید شما آنجا زنجیری از شخصیت ها را داشتید که می توانستند هدف باشند این عملیات یک طرح پر ریسکی بوده است باید بدانیم که 2018 در داخل ایران نارامی های زیادی بود. در تابستان و بهار مستمرن نارامی می دیدی. در تهران، در اسفهان. البته اپوزیسیون ایران و مجاهدین خلق ایران محرک این نارامی ها بودند. علاوه بر این رژیم از مجاهدین خشمگین بود. چرا که 20 سال پیش برنامه هستهی مخفی این رژیم را فاش کردند که همه مشکلات و تحریم ها با آن شروع شد. مجاهدین خلق ایران از حامیان قوی برخوردارند. نه تنها در بروکسل بلکه در میان پارلمانترهای اروپایی آنها پمپاژ اطلاعات می‌کنند ولی بدون شک این کار را در آمریکا هم انجام می‌دهند آنها در آمریکا هم گوش‌های شنوایی دارند تنها هدف مجاهدین این است که رژیم در ایران هر چه سریعتر سرنگون شود